شوربازار یا نگین شهر کابل. در آغاز گزارش باید بگوییم که این نوشته از چند صفحه اینترنتی و یادداشت‌های آصف آهنگ جمع‌آوری شده است. شهرها، محلات و حتی امپراتوری‌های بزرگ به خاطر جلوگیری از نفوذ دشمن به داخل حریمشان و اقامتگاه‌های مطمئن برای شاهان، حکمروایان و رهبران دینی و مذهبی خود به ساختن حصار و قلعه‌ها اقدام نمودند که نمونه‌های آن در کشورهای فرانسه، اسپانیا، روسیه و غیره کشورها من حیث آثار تاریخی کشورهایشان به درستی حفظ شده است. در کنار و اطراف این حصارها و قلعه‌های مستحکم، محلات و شهرها برای بودوباش مردم، عمله و افراد شاهی و همچنان بازارهایی به منظور رفع احتیاجات خوراک، پوشاک و سایر ضروریات به وجود می آمد. تعمیر بالاحصار پایین کابل هم حیثیت شهر را داشته و ساکنین آنجا به خصوص کارکنان قصر شاهی در آنجا بود و باش داشتند. مردم احتیاجات خود را از بازاری که در نزدیک محل بود و باششان به وجود آمده بود رفع می نمودند. و همین اساس برخی بر این عقیده‌اند که شوربازار از دو کلمه یکی شهر که همان بالاحصار و گرد و نوای آن باشد و بازار یعنی محل داد و ستد ترکیب گردیده است که بعدها نام این محل بر اثر ازدحام، گرمی شور و سر و صدای سود و سودا به شوربازار تبدیل گردیده است. شوربازار یکی از کوچه ها و محلات تاریخی شهر کابل است که در بین گذر سنگ تراشی و بالا حصار کابل قرار دارد. تخته پل شوربازار را از طریق پل با بالا حصار وصل می کرد که در هنگام ضرورت برداشته می شده و قلعه شاهی بالا حصار را در هنگام خطر که با خندقی محصور بوده از دست برد و گزند دشمن محفوظ نگه می داشت. کوچه ها و گذرها در این منطقه شهر چنان با هم نزدیک و همجوار است که تفکیک آن برای مردم بیرون از این کوچه ها حتی غیر ممکن است. ساکنین محل ام از هندو و مسلمان که در گذرها و کوچه های نزدیک به این منطقه یعنی شوربازار سکونت داشتند، اکثرا وقتی به سوال محل سکونت مواجه می شدند بدون اینکه اسم کوچه را بگیرند می گفتند از شوربازار هستم. اگر ضرورت به محل دقیق نمی بود، شوربازار بازار پر جم و جوشی بود که محلات و گذرهای بارانه، محله علی رضا خان یعنی صندوقسازی، کوچه هندوها یعنی هندو گذر، گذرخانه علوم، کوچه خرابات، بابای خودی، گذر کرنیل لطیف، تخته پلو بالا حصار و چند کوچه و گذر دیگر را با هم ارتباط داده بود. در شوربازار علاوه از تندیس پهرونات، درمسال منساسنگ، کورو هری رای و زیارتگاه بابا سریچند هم موقعیت دارد. به روایتی این بازار در زمان امیر شیرعلی خان ساخته شده است، ولی موجودیت مسجد اولیا که قبلاً به نام مسجد اورنگزیب یاد می شده و اولیا خانم مادر شاه امان الله آن را ترمیم و به نام اولیا نامگذاری نموده است. تاریخ این کوچه برمی گردد به گذشته های دورتر. در این بازار دکان های بقالی، بزازی، عطاری، کاغذپران و چرخه تارفروشی، نانوایی، سنبارچی ها، سرای های عمده فروشی و محلات بودوباش برای مسافرین یعنی سرای عزیز و سرای صوبه، میوه فروشی، ترکاری فروشی، انواع شیرنی و پکوره فروشی، ماهی و جلبی، شیریخ و ژاله در تابستان، سلمونی، بوددوزی، خیاطی، گلاباتوندوزی و غیره ضروریات مردم وجود داشت. قابل تذکر است که این دکان ها مربوط به هندوها و مسلمان ها بود
که در پهلوی هم برادران کار و زندگی می نمودند. در آغاز در این کوچه دکان نسوار فروشی صوفی غلام نبی اشقری قرار داشت که دکان تنگ و درازروخش علاوه از تغاره نسوار با کاغذ پرانها و چرخه های تار شیشه زینت یافته بود و خود اشقری با چپن راهدار سفید و نسواری نشسته بود. بعدها به شغل صحافی پرداخت. اشقری به سن 87 سالگی در کابل وفات و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. با کشیدن جاده میوند از منطقه شوربازار و بعد سرکی که از قلعه هزاره ها الا بالا حصار کشیده شد، از این بازار و کوچه ها بعضن صرف نام مانده و بس. یوسف آینه که در حال حاضر در قید حیات نیست و با صوفی اشقری نشست ها و بزم های شاعره نداشته می گوید. اشقری، آن شور بازارت چه شد؟ غرفه خالیز نسوارت چه شد؟ آن دیار عشق و شور و شوق شعر، آن سرود انداز گلزارت چه شد؟ در 12 سرطان 1297 هجری شمسی از همین شور بازار بود که عبدالرحمن لودین می‌خواست امیر حبیب الله سراج را با فیر تفنگچه از بین ببرد، اما آن تیر به خطا رفت و شور بازار شاهد ده‌ها کشته و زندانی پس از آن رویداد بود. سپاس از این که بیننده ما بودید و فراموش نکنید برای دیدن گزارش های داغ و تازه از افغانستان و جهان کانال افغانستان پرس را در یوتیوب سابسکرایب کنید. فاطمه هاشمی، افغانستان پرس.